دانشمندان همیشه به دنبال سیاره‌هایی بهتر از زمین می‌گردند که قابل سکونت باشند. سیاره‌هایی در خارج از منظومه ما، سیاره‌های فراخورشیدی. آیا چنین سیاراتی وجود دارند؟ آیا سیاره‌های قابل سکونت دیگری هستند که به دور ستاره‌ای مانند خورشید در گردش باشند؟ با من همراه باشید تا به بررسی این موضوع بپردازیم. سلام، من رسول هستم و در چنل راداروان در خدمت شما هستم. لطفاً قبل از تماشای ویدیو چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فعال کنید و برای حمایت از ما کافی است که این ویدیو رو لایک کنید. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. تا قبل از سال 1990 تصور این بود که چنین سیاراتی وجود ندارد. در سال 1990 با کشف اولین سیاره ورق برگشت. وقتی کپلر به فضا پرتاب شد، ماموریتش کشف سیارات تو ستاره‌های دیگه بود. کپلر از وقت پرتاب تا سال 2018 که بازنشسته شد، خیلی به رشد علمی انسان در فضا افزود. کپلر میلیون‌ها ستاره به ثبت رسوند که دور هر کدوم سیاره‌هایی در گردشند. از غول‌های گازی مانند مشتری گرفته تا سیاره‌های سنگی کوچک. بیشتر این سیارات به روش ترانزیت کشف شدند. در این روش تلسکوپ روی یک ستاره زوم میکنه. هر سیاره‌ای که به دور اون ستاره میچرخه، مقدار بسیار کمی از نور اون ستاره کم میشه و همین کافیه تا منجمان بفهمند که اونجا سیاره‌ای وجود داره. تقریبا همه تلسکوپ‌ها به ابزاری مجهزن که تغییرات نور ستاره‌ها رو اندازه‌گیری میکنن. سال‌هاست که یکی از روش‌های کشف سیارات ترانزیت است. تا الان وجود 4500 سیاره فراخورشیدی تایید شده. بیشتر سیارات فراخورشیدی کشف شده در منطقه بسیار کوچکی از کهکشان خودمون هستند. البته کوچک به معنای کوچک کهکشانی. این سیارات هر کدوم تا هزاران سال نوری از منطقه خودمون فاصله دارن و این تا جایی است که بشر توانایی کاوش اونو داره. هر سال نوری برابر است با تقریبا 10 تریلیون کیلومتر. هرچند سیارات فراخورشیدی بسیار دور هستند، ولی بشر هر روز با اختراع ابزارهایی به کاوش اونا میپردازد. دانشمندان میگن باید تمرکزمون رو روی کتوله‌های سرخ بذاریم، چون عمر طولانی‌تری نسبت به ستاره‌های دیگه دارن. باید بدانیم هرچه از زمان تولد یک سیاره بگذره، شرایطش برای حیات بهتر میشه. در سال 2016 رصدخانه جنوبی اروپا از کشف سیاره پروکسیما بی خبر داد. این سیاره در فاصله 4 سال نوری از ما قرار دارد و این نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به ماست. پروکسیما بی در منطقه خوبی از ستاره میزبانش قرار دارد. این سیاره در کمربند حیات یا همون گلدین لاکسون قرار دارد. کمربند حیات به منطقه میگن که آب به صورت مایع روی سطح اون سیاره باشه. نه زیاد سرد که یخ بزنه و نه زیاد گرم که بجوشه. اوایل فکر میکردن جرم این سیاره 1.3 برابر زمینه، ولی مطالعات جدید نشان میدهد جرم این سیاره فقط 17% از زمین بزرگتره. میزبان این سیاره یک کتوله سرخه که در سال 1915 کشف شده بود. کتوله های سرخ عمرشون بین 20 تا 70 میلیارد سال و این به سیاره زمان خوبی برای تکامل میده. در مقایسه با خورشید ما که 10 میلیارد سال عمر داره و 4 میلیارد سال از عمرش گذشته، خیلی بهتره. چنین زمانی به پروکسیما بی فرصت خوبی میده تا زمان بیشتری برای شکل‌گیری زندگی پیچیده داشته باشه. تا الان وجود جو در این سیاره ثابت نشده، ولی اطلاعاتی از وجود آب مایع در این سیاره است. مدت زمان گردش این سیاره به دور ستارهش فقط 11 روزه. دانشمندان از 4500 سیاره فراخورشیدی که تایید شدند رو چند مورد که شرایطشون بهتر از بقیه بوده رو جدا کردند تا بیشتر روشون مطالعه کنند. چون میگن زمان خیلی ارزشمنده و اگر بخوایم تک تک سیاراتی که تایید شده رو مطالعه کنیم، شاید سیارات دیگه ای باشن که حتی شرایطشون از زمین هم بهتر باشه. دانشمندان به تازگی خبر دادن که 24 سیاره وجود داره که شرایطشون از زمین هم بهتره. معیار شناسایی این سیارات شامل این بود که کمی قدیمی‌تر، کمی بزرگتر، کمی گرمتر و احتمالاً کمی مرطوب‌تر از زمین باشند. بر اساس این معیارها این 24 سیاره شناسایی شدند. تعدادی از این سیارات 7 تا 8 میلیارد سال عمر دارند و چون زمان زیادی از تولدشون گذشته، گمان می‌رود که خیلی بهتر از زمین باشند.
در سال 2011 رصدخانه جنوب اروپا از کشف سیاره گلیز 667C خبر داد. این سیاره به همراه دو سیاره دیگر به دور ستاره خود یعنی گلیز 667 در حال حرکته. طول یک دور چرخش این سیاره به دور ستاره اش 28 روز و فاصله آن با زمین 23 سال نوریه. این سیاره یک سیاره زمینسان، بزرگتر از زمین و کوچکتر از غول‌های یخی یعنی نپتون و اورانوس. مطالعات جدید نشان می‌دهد ممکن است در سطح این سیاره آب مایع باشه. این سیاره مانند زمین مقدار مشابهی از نور ستاره خود را دریافت می‌کنه و همین دو دلیل باعث شده که به لیست سیاره‌های قابل سکونت اضافه بشه. عمر این سیاره 2 میلیارد سال و احتمال میره که حیات فرازمینی روش در جریان باشه. فعلا سفر به این سیارات در حد تئوریه. با سریع‌ترین وسیله ساخته شده دست بشر که یک موشک با سرعت 5 برابر صوت هست، اگر بخوایم به نزدیک‌ترین سیاره فراخورشیدی بریم، هزاران سال طول میکشه که به اونجا برسیم. شاید در آینده شاتل‌های فضایی باشن که بتونن به این سیارات برن، اگر انسان بتونه از پادماده در سوخت شاتل‌ها استفاده کنه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومده اونو لایک کنید و جهت رشد چنل نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیو دیگر بدرود.